تحریم انتخابات و وضعیت سیاسی موجود توسط علامه عبدالملک السعدی، مفتی بزرگ اهل تسنن در عراق. علامه عبدالملک السعدی، مفتی بزرگ عراق، انتخابات عراق را تحریم و اعلام کرد. بنابر آنچه در انتخابات ویژه نیروهای امنیتی، زندانها و بیمارستانها از تخلف، تقلب، تهدید و فشار بر رای دهندگان که به یک شخص مشخص و یا جریان مشخصی رای بدهند به وقوع پیوست، من معتقدم که شرکت در این انتخابات چیزی بیش از تایید یک وضعیت سیاسی که بر پایه ظلم و تقلب برپا خواهد شد نیست. لذا به صراحت میگویم که شرکت در این انتخابات حرام است. آنچه در الانبار، دیالی و سایر نقاط از قتل، ویرانی و تروریسم در جریان است، برای سیاستمداران کافی است. چه آنها که پشتیبانی می کنند و چه آنها که سکوت پیشه کرده اند. از خداوند می خواهم که عراق را از شر اشرار و حیله حیلگران حفظ کند. او می شنود و برآورده می کند. از سوی دیگر، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، طی بیانیه‌ای به رهبران سیاسی عراق فراخوان داد و خواستار فراهم کردن شرایط لازم گردید تا مردم عراق بتوانند در انتخابات شرکت کنند.